صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمم، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبتة والطاغوت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما حسینیان عالم با برنامه تکیه بین الحرمین از بهشت روی زمین کربلا. یا آقا سید الشهدا روح اله الفدا، در خدمت همه شما هستیم. مبحث ما مقتل آقا سید الشهدا و بررسی متون مقتل آقا ابی عبدالله روحی له الفدا هستش. همانطور که مستحضر هستید، حسب اتفاقات و مناسبت هایی که در روزهای گذشته داشتیم، چند جمله ای را خدمت همه شما عزیزان عرضه داشتیم و امید ما این است که مفید فایده باشد. اولا به امضای قبول مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف برسد. ثانیا مرضی رضای همه شما حسینیان و خدمتگزاران و نوکران آقا ابی عبدالله روحی له الفدا باشد. اگر این دو غرض حاصل شود، ما را از حیات کفایت می کند. حقیر خودم را عرض می کنم، کفایت می کند برای عرض ما. دیروز به اینجا رسید که راجع به رد شمس امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه و عرض کردیم که ولی الله مطلق سیطره بر همه کائنات دارد، باید چنین بوده باشد، و الا آن ولایت عامه خدشه پیدا می کند. ما قائل به ولایت مطلق برای حضرات آل الله هستیم، همون ولایت عامه که در تصریح مرجعیت عظیم و شأنم حتما ملاحظه فرمودیم. قطعا و مسلما این ولایتی که عرض می کنیم به استقلال نیست، به استقلال نیست، و هرچه که هست اعطای حق جل و علا به حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین هستش. اینها مقدمات هست در اعتقادات شیعه.
یعنی گاهی وقتها جای خنده چه عرض کنم، نه سوال، جای خنده است برای بعضی که به قول خودشان محاسنی هم سپید کرده اند در دایره ولایت، ولی بعضی از این بدیهیات برای آنها سوال است، چرا که خدمت استاد شایسته ای نرسیده اند و نتوانستن آن غامضات روایات را برای آنها حل کنند. پناه به خدا میبریم و از سید الشهدا روحی له الفدا و ساقی ولایت قمر بنی هاشم طلب میکنیم که شرح صد به همه اینان عطا کند، بتوانند فضائل حضرت مولا را به ما هوه در کنند. همان گونه که هست حق مطلبش بله محال است، ولی اندازه آنچه که نقش شده است را اقلا قائل باشیم. آنچه که نمیدانیم و اصحاب خاص میدانند و سر درون چاه ها فرو بردند و به زمین گفتند که مانده است، آنچه که نقش شده است با آیات باهرات، روایات صحیح ثابت است، از متون زیارات برای ما حاصل است. به آن هم میبینیم بعضی خدشه وارد میکنند که پناه به خدا میبریم. انشاءالله که چشمان همگان باز شود به آن حقیقت ولایت حضرات آل الله و آن مقام وجه اللهی، مقام ولی اللهی. عرض کردیم سیطره بر کائنات داشتن ولی الله مطلق مسئله است بسیار بدی. مطلب را به اینجا رساندیم که وقتی که غور در آیات و روایات هم میکنی، حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین ارجاع میدهند این مطالب را به کتاب و علم کتاب. بعد که کتاب را بررسی میکنیم، میبینیم که حقایقی راجع به این لفظ کتاب و تعریف کتابی که در قرآن به آن اشاره شده است با آنچه که ما میپنداریم از ترجمه کتاب بسیار فرق میکند. کتاب یک حقیقت است، کتاب یک مسئله است که آن مسئله خود به خودی خودش، دقت کنید، آن مسئله خودش سیطره بر کائنات دارد، یعنی مقام ممکن الوجودی از پس آن شروع شده است. دقت کنید چه عرض می کنم، مقام ممکن الوجودی به قوت او موجود شده است که آن را گاهن به لفظ اسم اعظم معرفی فرمودند و تقسیم بندی کرده اند به 72 اسم یا 72 حرف و فرموده اند که یا گاهی 73 حرف. روایتی هم هست، البته خیلی نادر است و در بین کتب کمتر بدراخته شده است، به 100 حرف. اینها را وقتی جمع می کنیم می بینیم که حضرات آل الله فرمودند که یک حرف نزد حق جل و علا مانده است و بقیه حروف در اختیار ما هست و شاهد بر مطلب عمل عاصف ابن برخیا و محضر سلیمان نبی و تخت بلقیس و ملک سبا و شهادت بر رسالت ختمی معاب صلی الله علیه و آله در آیه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب آوردیم و صحبت کردیم. کسی که علم کتاب به تمامه نزد اوست، کسی که دست مبارک بر سینه نورانی خود میکوبید و میفرمود ان لها هنا لعلما جما، کسی که بارها فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از آن که مرا از دست بدهید، مرا نیابید، صلوات الله علیک یا امیر المؤمنین. ارجاع به علم کتاب دادن، ارجاع به اسم اعظم دادن، ارجاع به کتاب دادن، که اینها همش اسرار دارد و راجع به آن اشاراتی کرده این بارها. باز هم حسب مطلب به آن خواهیم پرداخت انشاءالله. یک نکته ای که اینجا حائز اهمیت است، گمان می کنم مفید فایده است برای شنوندگان و شما عزیزان، و آن این است که گاهن می بینیم حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین بعضی از مطالب را ارجاع به بعض دیگر می دهند. مثلا وقتی که راجع به اسمتشان صلوات الله علیه مجمعین، وقتی راجع به اسمتشان از آنها سوال می شود و جواب می دهند، می بینیم جواب را در دایره علم معنا می کنند، یعنی اسمت را از پایه علم توضیح میدهند. کجا؟ نظیر یک مثال، آن هم وقتی که راوی خدمت حضرت صادق مصدق صلوات الله علیه عرض میکند که چگونه است که شما گناه نمیکنید، حضرت به او میفرماید چگونه است که شما ذره نمیخورید، میگوید آقا میدانم خبیث است و اکل آن حرام است، کسی نمیخورد ذره را، حضرت میفرماید حقیقت گناه برای ما این گونه است، ما و آن علمی که داریم به باطن گناه میدانیم که نباید نزدیک آن گناه شویم. ببینید ارجاع دادن اسمت به علم.
خب مسئله قدری اینجا دقیق می شود، مسئله قدری حائز اهمیت می شود و کسانی که اهل تدبر هستند، اهل دقائق هستند، به سادگی از این مسئله نمی گذرن. علم تنها همین که ما تعریف می کنیم از علم، همان از غرض یا علمی که نزد حضرات آل الله هست، علم اللهی که خداوند علی اعلی در سینه اینان جا داده است، حقیقتی فراتر از این سری معلومات و محفوظاتی که ما نام او را علم می گذاریم دارد. ما قاطبتن عامه مردم چنین، عوام مردم چنین است، علم را به دسته هایی از معلومات تعریف می کنند، ولی وقتی که دقیق می شویم می بینیم علم فقط این نیست، محفوظات تنها، شاید محفوظات شاخه ای از علوم باشد، نقاشی نداریم. علم حقیقی است یا نیست فعلا نقاشی نداریم، قبلا صحبتش شده است. علم نور است و آن زوائدی که امروزه بیرون از دایره ولایت نام آن را علم میگذارند را اصلا علم نمیدانیم. بعضی از اینها تعبیر به فضل میشود، اینها فضل است، کسی بداند تعداد چه چقدر است، این فضل است، این علم نیست. وقتی که میبینیم در بین خود مدققین و محققین وقتی علم را میخواهند بیشتر توضیح بدهند، میگویند چیدمان معلومات است برای رسیدن به مجهول، یعنی یک سری از معلومات را چیدن، مسئله مطرح کردن و جواب دریافتن، آن دریافت جواب را علم میگویند. قدری دقیق تر شد. چرا میگویم دقیق است؟ بذارید مسئله را موشکافانه تر اشاره کنم برای اهل دقت. عذرخواهی میکنم از کسانی که مطالب از حوصله آنها بیرون است. عذر ما را بپذیرید. اجازه بدهید بگوییم برای کسانی که بهتر و بیشتر استفاده میکنند و مخاطب دارند و این کلمات به درد آنها میخورد برای بیانشان مقابل مخاطبینشان. آن مسئله این است، این یک و دو را جمع کردن و حاصل سه به دست آوردن را اگر علم بگویی، در مثال میگویم این دو به علاوه دو را و جمع کردن آن و به حاصل چهار رسیدن را اگر علم بگویی، باز این افاده حدوث میکند و در علم حضرات آل الله میبینیم که علم خدا باشد آنجا حدوث معنا ندارد. بله، تمام علم، علم حضور است، آنجا جوابهای دیگری داریم. همه اشیا نزد حضرات آل الله مبرهن و مبین است، هیچی از چشم آنها، از بصیرت آنها مخفی نیست، نمیتواند باشد. وقتی که متخلف دومی لعنت الله علیه خدمت مولا میرسد و به امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه عرض میکند که آقا چگونه است که از شما هر سوالی می شود جواب می دهید؟ حضرت از او می پرسند تعداد انگشتان دست تو چقدر است؟ بلا فاصله می گوید پنج. همین کشف هم برای او عجیب است، نزد ما همین کشف هم برای او عجیب است. انقدر صاحب بلاهت و حماقت بود که همین کشف هم از او عجیب است. کسی که اون کسانی که طرفدار او هستند می گویند 12 سال طول کشید تا روخونی سوره بقره را بتواند، روخانی خالی، روخانی را 12 سال شتر کشت، شتر نهر کرد، اطعام داد به شکرانه اینکه توانست است بعد 12 سال از رو سوره بقره را بخواند. تازه یه همچین جرثومه ای بخواهد حرف از علم و علمیت بزند، خب مضحکه دارد. وقتی از مولا چنین سوالی میپرسد، حضرت مولا به او میگوید تعداد انگشتان دستت، میگوید 5 تا. حضرت میگوید چرا بیدرنگ جواب دادی؟ گفت میبینم. حضرت فرمود تمام عالم برای من این گونه است، تمام عالم، تمام کائنات برای من این گونه است، میبینم. عین الله ناظر است، امیر عوالم امیرالمومنین صلوات الله علیه. حرف کجاست؟ حرف این است که گاهی وقتها مطالب را، صفات را، فضائل را حضرات آل الله بار میکنند بر مسئله دیگری. اینجا رخداد شیرینی است اگر دقت کنید و فتح میکند بعضی از گره ها را. راجع به عصمت عرض کردیم بار بر علم میکنند، راجع به قدرت میبینیم بار بر اسم اعظم یا کتاب میکنند و آن حروفی که نزد خودشان هست. خب چند جهت دارد، جالب در بگویم. حالا این حرف ها که بین ما و شما الحمدلله به راحتی رد و بدل می شود. خدمت عزیزان نشسته بودیم قبل از برنامه، مبحثی داریم با رفقای خاص اینجا در شبکه، جای همه شما خالی است کربلا.
مبحثی راجع به مقتل سید الشهدا داریم، باز خوردیم به گونه ای از کلمات حضرات آل الله که همه شما هم دیده اید. تمنا دارم دقت کنید چه عرض میکنم. وقتی که از امیر عوالم صلوات الله علیه سوالی را میپرسد، حضرت جواب میدهند، آن شخص سوال پرسنده میگوید شما علم غیب دارید؟ حضرت میگویند علمی است که رسول خدا به من آموخته است. و اینجا جای وا غربتا دارد، وا مظلوما دارد. چرا؟ از چه جهت؟ اینکه پیامبر به امیر عوالم امیر المؤمنین سب کردن علوم را، یعنی چنین ریختند بر سینه امیر المؤمنین که فرمود هزار باب از هر بابی هزار باب دیگر. نه این عجیب است در عالم. امروز که روز پیشرفت علوم است، هنوز هزار هزار باب علم نداریم. تمام شاخه های علوم را دسته بندی کنید، به 1,000,000 نمیرسد. ببینید امیر المؤمنین چه میفرند. میان برنامه ببینید جواب بدن. از ما تا ماهی زهق پروانه شاهی گرف زایی و گر کاهی نباشد از چه صد پروا در اوصاف تو قانی دهد داده سخندانی کند امروز دهقانی که تا حاصل برد فردا کند امروز دهقانی که تا حاصل برد فردا سخن تخمت دا او دهقان سنا و مزرع عمل باران فشاند دانه در میزان کسیند خوشه در جمزا تعالی الله گرش خانی معاذ الله گرش رانی به هر حالت که میدانی تو ای مهتر تو ای مولا گرم خانی زهی بازل برم رانی خهی عادل گرم خانی شدم خوش دل ورم رانی شدم رسوا گرم خانی سنا گویم ورم رانی دعا گویم نترسم بر ملا گویم ستم زیبا کرم زیبا دیدن روی تو با دادن زانم حوثت دیدن روی تو با دادن زانم حوثت حسرت از شعله اون طور مرا یک غوثت آقا دستور دادی در خونه را ببندم ولی نه به روی دوستانم یا امام رضا صلی الله علیه یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا عالم آل رسول الله است امام رضا مدد کند حضرتش جرعه ای از علوم معارف حضرات آل الله را بر ما ارزانی بدارد. به حق جد غریبش سید الشهدا روحی له الفدا و عموی بزرگوارش قمر بنی هاشم سلام الله علیه. بخواهید طلب کنید علوم آل الله را، طلب کنید. قسم لازم نیست، مسئله انقدر واضح است که احتیاج به قسم ندارد.
حمل معارف آل الله حتی زندگی و معیشت روزمره را برای شما آسان می کند. حمل معارف آل الله حتی برخورد با مشکلات در زندگی را برای شما سهل می کند، آسان می کند، صبر حقیقی می دهد. انشالله که بتابد بر دل ما نور ولایت، نور معارف حضرات آل الله بیشتر از هر روز، روز به روز در تعالی و نورانیت بیشتر باشیم. عرض ما این است، حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین وقت بیان فضائل، بیان بعضی از صفات، میبینیم صفاتی را سوار بر صفات دیگری میکنن، در دل صفات دیگری توضیح میدهن، با مسئله دیگری توضیح میدن. و اگر دقت داشته باشید، عرض کردم اینجا جای واغربت هاست در بعضی از موارد. واغربت ها را عرض میکنم. چرا؟ اول نکات دیگرش را بگویم. و آن این است که قاعده فهماندن مخاطب، یکی از قواعد فهماندن طرف مقابل، یکی از آداب درس دادن این است که از معلومات طرف مقابل استفاده کنی و برای او مطلبی بگویی که برای او تازه مکشوف شده است و مجهول بوده است قبل از آن. مثال را قبلا هم عرض کردم، باز هم تکرار میکنم. وقتی که میخواهی شیرینی را برای کسی تعریف کنی، به او میگویی مثل عسل است. چرا؟ چون تجربه مزه عسل را دارد. حال که میخواهی شیرین را برای او تعریف کنی، شیرین را، حق مطلبش را برای او بیان کنی، مثال به عسل میزنی. در جامعه هم چنین است. پس از معلومات، از چیزهایی که نزد شخص معرفه هست، معرفه است، میشناسد، استفاده میگیر، استمداد میجویی و برای او مجهولی را باز میکنی که از قاعده های تدریس است، قاعده های بیان است، از آداب سخنوری است برای نشاندن مطلب در جایگاه صحیحش. یکی این است. حضرات آل الله میدانند شخصی که سوال میپرسد علم را، حال تعریفی ساده بلو از علم میداند، بیان میکنند اسمت را بر آنچه که او میشناسد. بله، این یک جواب. جواب بعدی دارد. جواب بعدی کمی غامض‌تر است و در درجه بندی مرتبه بالاتری دارد. صفات این گونه هست. دقت کنید. صفات این گونه هست. بعضی از صفات خودش در بطن صفت دیگری است. بعضی دقت، بعضی از صفات لب به صفت دیگری است. لب است. مغز صفت دیگری تبدیل به یک صفت دیگر می شود. این قدری عجیب شد. دقت کنید، علم یک مجموعه باشد، لب علم اسمت باشد. الان معلوم شد مطلب برای همه شما. پس بعضی از صفات هم از صفات دیگر گرفته می شود، بر صفات دیگری بار می شود. اینجا برخورد به شبهه حدوث می کنیم که آن هم جوابش مشخص است، باشد جای خودش. حدوثی نیست، اطوار است. گفتم بر آخر نمی توانم، آخر نمیشه، نگهش داشت. حدوث نیست، اطوار است. خب، کل یومن هو فی شأن است. گاهی وقتا چنین است که خود صفت این گونه است، لب صفت دیگری است. لب صفت دیگری است. مثال دیگر بزنم. قدرت را همه میدونن چی؟ قدرت، توانایی بر انجام را بیشتر میشناسن. توانایی بر انجام و ترک از قدرت معنای دقیق تری. هم میتواند انجام دهد، هم میتواند ترک کند. حال وقت انجامش، آن حقیقت قدرت و آن صفت قدرت است، توانایی که میشناسی. وقت ترک لب است، آن مغز قدرت است، آن حقیقت. پس چنین میشود که صفتی را به صفت دیگر بیان میکنند، مانند اسمت که در علم بیانش میکنند. عرض به خدمت شما، ماننده توانایی های حضرات آل الله، قدرت حضرات آل الله، مظهر قدرت الله هن حضرات آل الله که بیانش میکنن به قوای آن کلمات، به حقیقت اسم اعظم. همه میدانن، همه معرفت به این دارن که اسم اعظم حقیقتی است، آدابی است، کلماتی است. این را بین پرانتز بگویم برای کسانی که جویایم میگردن دیگه. هر کسی در یک برهه از زمان دنبال اسم اعظم میگرد، چون همه نقص هاشو میخواد با اون پر کنه دیگه. همه، هر کسی اندازه خودش گشته، یه وقتی یه اسم اعظم پیدا کنه، یه ختمی، ذکری، چیزی بگیره برای حاجتی. این را بگم، اسم اعظم لفظ تنها نیست ها. وقتی میگوییم اسم اعظم، به ذهن همه ما متبادر میشود که اسم است.
لفظ است، یعنی خیر اسمه اعظم فعل است، حقیقت ساری است، یک حقیقت دیگری است. حال این که ما در روایات میبینیم که امیر عوالم فرمود اسم اعظم این است که به خضر یاد داده است، اسم اعظم این است که در جنگ ها به کار می، اینها همش اثرات آن حقیقت است. اسم اعظم یک حقیقت است. به دعای سماط عصرهای جمعه دقت کنید، دقت کنید، به اسم کلدی و به اسم معاکل. حال بماند اینجا، اگر در اسم اعظم بخوایم حرف بزنیم چند جلسه فقط راجع به اسم اعظم باید حرف بزنیم. پس می آید قدرت را، آنچه که نمود دارد از توانایی را بار می کند بر آن اسم اعظم. به معنای ساده و عامیانه بگویم، وقتی می خواهد معرفی کنیم، می شناسی آن فلان چیز را که می تواند همه کار کند، از همان استمداد گرفتیم این کار را کردیم. می پذیرد، مخاطب می پذیرد. وا غربتا مال کجاست؟ این را خاص الخاص میگویم برای شما که خاص هستید. وا غربتا مال اینجاست وقتی که امیر عوالم، وقتی که امام مجتبی صلوات الله، وقتی سید الشهدا صدیقه طاهره سلام الله علیها، دیگر حضرات آل الله، حضرت باقر صلوات الله علیه، میخواستن روایت کنن حرفی کلامی از دو لب گوهر بارشان ساطع شود، میگفتن قال رسول الله، جد ما رسول الله فرموده است. یا اگر کسی مستشکل بود اشکال میکرد، میفرمودن که جد ما، سمعتو من ابی من ابی من ابی قال جدی. وا غربت همال کجاست؟ در احوالات رسول خدا هم صلی الله علیه و آله میبینیم که میفرمود جبرئیل گفته است، جبرئیل آورده است، جبرئیل از حق آورده است. قربت ها مال اینجاست که آن مخاطب انقدر نمیپذیرفته از حضرت ولی را که منتظر بوده است که شاهد از جای دیگر بیاید. ببینید هر دو مسئله قبلی هم هست، هر دو مسئله قبلی هست. یک، قال رسول الله، چون میدانن قول رسول الله قول حق است. قال رسول الله، چون کلمات حضرات آل الله لباب کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله است. ببین هر دو معنای قبل هم اینجا هست، ولی قربت داره. گاهی وقتها انسان باید بشیند برای قربت اهل بیت صلوات الله در این زمینه ها گریه کنه. وقتی مولا میفرمود نمیپذیرفتن، تا میفرمود رسول خدا گفته است میپذیرفتن. خب همین کلام هم که میفرماید رسول خدا فرموده است، باز کلام خود مولاست. ببینید با چه کسانی در خور بودند، با چه کسانی در خور بودند. تا آنجا که در روایت آمده است، آمدن خدمت حضرت صادق مصدق، وقت نیست، آمدن خدمت حضرت صادق مصدق به طعنه گفتن ان اباک کان یذکر یا یحدث من رسول الله، پدر شما مستقیم از رسول خدا حدیث نقل میکرد. دقت کنید، به امام صادق گفتن پدر شما یعنی امام باقر مستقیم از رسول خدا نقل میکرد. انقدر قدرت در بیان داشتن، انقدر علمیت داشتن که امام باقر میفرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله کذا و کذا. حضرت صادق صلوات الله علیه تا این کلام روشنن فرمودن قال الله تعالی. اگر پدرم از جدم رسول خدا نقل کن، من از خدا نقل میکنم برای شما. ببین روایتش را علامه در بحار آورده است، دیگران هم آورده است. قال الله تعالی، یعنی استمداد از معرفت بله، لب لباب بله، و قربت که نمیپذیرد این آقا اگر سخنی میگوید باید از سخن جدش و الا نه. امام کل فی الکل است، قطعا غیر سخن رسول خدا حرفی نمیزند، قطعا تا مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجش، همه یک محور کلام دارن، از خدا وحی بگیر تا مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه، تمام یک سخن را میگن، هیچ تناقضی بین روایات نیست. بگردید و این از معاجز است، از روایات امیر عوالم تا امام زمان تناقض پیدا نمی کنی. ولی با این احوال باید بگویم قال رسول الله، اینجا سید الشهدا بگوید جدن فرم، و امیر المؤمنین از خودت میگوید رسول خدا فرمود سلام الله علیکم یا غربا، یا غربا، همه غریبند. انشاءالله ما چنین نباشیم، مقابل امام زمان از او احتجاج نخواهیم، احتجاج از امام زمان نخواهیم. خودش حجت بالغ است. چشمت را درست کن، او حجت بالغ است. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان، هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا ابوالحسن رضا صلوات ختم کنید یا علی.
مغزيه كربلا وصوت العقيله تجول بخاطري ودمعي يسيله حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور المآتيم نوايب كربلا صرخت يتيمة ترن بموجتي بلحن الهضيمه